تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هستیم. هر آیه رو چند دقیقه ای تفسیر میکنیم. تفسیر ساده، روان، فشرده، قطره ای. از اول قرآن شروع کردیم. به جزء 9 سوره اعراف آیه 364 هستیم. آیه رو بشنویم. و اذ قالت امت منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. بیاد بیار زمانی که قالت امت منهم، گروهی از بنی اسرائیل به گروه دیگه گفتن لما تعظون قوما الله مالکم، شما چرا موعظه میکنید افرادی رو که خدا اینا رو هلاک خواهد کرد یا عذاب خواهد کرد؟ اینا که کارشون از سال گذشته اهل فساد هستن، خدا اینا رو قهر خواهد کرد، اینا رو ولش کن دیگه، نهی از منکر نکنید. قالوا معذره الى ربكم، گفتن این امر معروف و نهی از منکر ما دو تا فایده داره. یکی معذره الى ربكم، خودمون عذری داریم پلو خدا که خدا نگه شما گناه رو دیدید چرا ساکت شدید. یکم لعلهم یتقون، خدا رو چه دیده یه وقت بینی اثر کرد. بنی اسرائیل سه دسته بودن، یه عده خلافکار، یه عده مؤمن که بینا نهی از منکر میکردن گفتن خلاف نکنید، یه عده بیتفاوت. بیتفاوت ها به آمرین به معروف و نهی از منکر میگفتن اینا رو بلش کن. این آیه میگه از این قصه صحبت میکنم. اصلا در سوره مرسلات یه آیه داریم که میگه فالملقیات ذکر عذرن او نذرا، یعنی قسم به خداوند قسم میخوره به کسانی که ذکر و یاد خدا رو الغا میکنن، حالا عذرن یا برای که عذری باشه که بگن ما نگفت ساکت نبودیم، میگن تو چرا ساکت بودی، یا عذرن او نذرا، نذرا نذیر، یا اینا رو هشدار میدیم دست بند دارن. ما میگیم اگر دست ور داشتن چه بهتر، دست هم ور نداشتن لاقل ما روز قیامت جواب بدن. حالا من یک کتابی دارم به نام امر معروف و نهی از منکر. در اون کتاب 10 تا نکته نوشتم برای اونجایی که امر معروف واجبه گرچه اثر نکند. اگر اثر کنه که چه بهتر. اگر شما گفتی کار خیر رو بکن کسی گوش نداد، گفتی کار بد رو رها کن کسی گوش نداد، اگر گوش ندادن 10 تا فایده داره. این 10 تا فایده شو برای شما نقل میکنم. اول این که گاهی امروز اثر نمیکنه ولی در تاریخ اثر میکنه. مثل امام حسین علیه السلام فرمود میرم کربلا برم معروف نهی از منکر، اون روز کسی گوش نداد حسین علیه السلام رو کشتن، زن بچه هم اسیر کردن، اون روز کسی گوش نداد، اما این در تاریخ موند. گاهی وقتا یک حرکتی امروز اثر نمیکنه اما در تاریخ میمونه. اثر در تاریخ 1-2. گاهی امر معروف و نهی از منکر فضا رو برای دیگران حفظ میکنه، فضا رو حفظ میکنه، چون اگر همه ساکت بشن محیط میشه خفقان. برای که خفقان، جامعه بی خفقان، اصلا فضا سازی خودش چیزیه. این افرادی که آرایش میکنن با قیچی، یه مو که هست قیچی میکنه، بعد هم تو علکی قیچی رو به هم میزنه، یا مو که نی خب بذار به این کسی دم چیکو، میگه نه این باید فضا، فضا یه اصلاح باشه. این فضا سازی خودش یه چیزیه. گاهی وقتا عزاداری ها با تبل و دهل اینا موج را میندازن. پس 1 امروز اثر نمیکنه، در تاریخ اثر میکنه. 2 خود امروز فضا سازی میکنه ولو اثر نکنه. 3 گاهی لذت گناه ها میگیره. بالاخره کسی ماه رمضان قضا میخوره، میگه آقا ماه رمضان قضا نخور، ماه رمضان در جلوی چشم مردم چیزی نخور، حال مریض هم هستی یا مسافر هستی روبرو مردم چیزی نخور، چیزی نخور، چیزی نخور، هر کی میگه چیزی نخور، این لااقل کوفتش میشه، یعنی لااقل فایده ولو میخوره گوش نمیده، اما لااقل لذت گناه ها ازش میگیره. مثل ماشینایی که ترمز نمیکنه ولی سرعت گیره، جلوی سرعت چه میگیره. اینم یک. یکی دیگه این که خود امر معروف برای من ثواب داره. میگن کسی چان میکن بهش گفتن نکن اینجا،
گفت چرا؟ گفت برای که این اینجا که میکنی به آب نمیرسی. گفت اگر بره صاحبش آب نداره بره من نون داره، چون من متری بور میگم صاحبش، حال میخواد به آب برسه. من چند معروف نهز منکر کردم، گرچه او گوش نداد ولی من ثواب بردم، چون قرآن فرمود و من احسن و قولم من من دعا الالله. آیه قرآن، بهترین آدم ها کسی که دعوت به خدا بکنه. من وقتی امر معروف میکنم دعوت به خدا میکنم، حالا او گوش نداد من ثوابم میبرم. اینم یک. یکی دیگه این که خود ما یه تمرین نیست برای خودمون برای شجاعت. یعنی آدم اگر ساکت شد کم کم ترسو میشه، همین که گفتی آقا این کار رو نکن، آقا این کار رو نکن، این حالت جسارت و شجاعت رو در خودت زنده نگر میداره. اینم یک. یکی دیگه این که امروز ممکنه اثر نکنه، فردایی آقای خلافکار وقتی سرش به سنگ خورد افتاد مریض شد و متنبه شد، میگه ها راست میگی و من گفتن این کار رو نکن. یعنی این ضربه زمینه میشه، امر معروف و نهی از منکر زمینه میشه که فردا که یه خورده آتش هیجانش کم شد برمیگرده میگه به من گفتن این کار رو نکن. نمیگه خدا لعنت کنه جامعه رو، هیچ شما حرف نزد، شما بگوی گوش نده، فردا میره سرش به سنگ میخوره، جوانیش تموم میشه، شهوتش غضبش فرو میکشینه، بعد میگه خب به من گفتن مؤمنینی، به من گفتن به جامعه. اینم یک. یکی دیگه این که وجدانش آرومه، میگه اگر خلاف دیدم من گفتم، من به وجدانم عمل کردم. وجدان شما پدر صدا بچه ها دیدم بچه ها نماز، بچه ها نماز. حالا اگر بچه هم پانه شد نماز خونه، پدره میگه من در پدری کمش نیزشتم. وجدان آدم راحته. اینم یک. یکی دیگه اصلا گفتن و گوش ندادن طور نی استیره پیغمبر است و از ذکر رو لایت کنون. انبیا میگفتن کسی گوش نمیدن، برو تو خط انبیا شما بگو، قرآن بارها گفته و انتولو، یعنی تو میگی ولی یه ده اعراض کنن پشت میکنن گوش نمیدن. و خیلی ها در راه امر معروف کشته شدن. تو قرآن یقتلون انبیا داریم، یقتلون نبیین داریم، یقتلون الذین یأمرون بالقسط داریم، یعنی افرادی در راه امر معروف شهید میشدن. و گاهی افراد مکتب بود حفظ بشه. ببینید یکی از نمایندگان امیرالمومنین ظاهراً عثمان بن حنیفه در یک مجلسی رفت، اشراف بودن، فقرا تو اون مهمونی نبودن، همه اشراف. حضرت امیر یه نامه نوشت که شنیدم در یک سفره حاضر شدی که همه اشرافن و هیچ فقرا نیستن. خب بالاخره بنده نماینده شما بودم، در یک سفره یه غلطی کردم، سفره که همه اشراف بودن رفتم یه کبابی هم خوردم. الان دیگه حال که غذا خوردم که دیگه گذشته تاریخش. دوم این که حال من یه آدم آبرو می‌نیزی، حضرت امیر نامه نوشت و این نامه 1400 سال آبروی عثمان بن حنیف برد، قضا بر نگشت. اما حضرت امیر خط تو حفظ کرد که نماینده حضرت علی نبود اشراف منش اشرافی داشته بشه، ولو یکی از یارانش له شد آبروی عثمان رفت، ولی خط امامت حفظ شد. گاهی وقتا باید یکی تسیلی بخوره که خط حفظ بشه. به هر حال عده موعظه میکنن، عده نه موعظه میکنن نه تحمل شنیدن دارن. ای خودش موعظه نمیکنه، ببینم میگه چه کارش داری؟ عیسی به دین خود، موسی به دین خود، من اونو تو یه قبر نمیذارن. یعنی افرادی خودش موعظه نمیکنه تحمل موعظه دیگران هم نداره. بعدم گناه بی تفاوتی خودشونو میگن حالا خدا اینا رو عذاب خواهد کرد، ولش کن به خدا، خدا اینا رو عذاب خواهد کرد، خدا اینا رو عذاب خواهد کرد. یه چیزی بود وقتی مردم ایران میگفتن مرگ بر شاه، میگفت چه کار دارید، اگر لازم باشه خود امام زمان میاد شاه رو برش میداره. یعنی حال نداشت خودش میگه مرگ بر شاه، مینداخت رو دوش امام زمان. قضاوت عجولانه نکنیم. اینا میگن که مهلکهم او معذبهم، موعظه نکنید اینها رو، چون خدا اینا رو یا عذاب خواهد کرد یا هلاک خواهد کرد. میگه چه میدونید، لعلهم یتقون. حالا شما 10 بار گفتید اینا گوش ندادن، ممکنه دفعه 11 گوش بدن. این چوبایی که سفته تبر میزنن، تبر 14 هم میشکنه، تبر 9 هم میشکنه. نباید بگیم که بابا تبر نزن، این سر تبر تیزیش از بین میره، جون تو هم از بین میره، تو جون میکنی، تبرم نوکش کج میشه اما چوب نمیشکنه. بالاخره چوب سفته باید چه بشکه؟ باید انقدر بزنیم تا بشکنه. قرآن میگه ولقد صرفنا، صرفنا نهی با عبارتهای مختلف تنوع
با چهار رقم گفتیم تا بالاخره بشکنه. به هر حال مردان خدا از اصلاح جامعه ناامید نمیشن، امر معروف میکنن، میگن ولعلهم یتقون، اگرم نشد لاقل معذرتن. یعنی خب ما روز خدا، روز قیامت دیگه خدای ما گفتیم، اونا نشیدن. پس خلاصه درس امشب این شد که تو بنی اسرائیل سه دسته بودن، یه عده جنایتکار بودن، یه عده نهی از منکر میکردن، یه عده بیتفاوت. بیتفاوت ها به امر معروف کنن میگفتن نگود، ولش کن، هر کی غلطی میخواد بکنه بکنه، خدا اینا رو هلاک کرده. و قرآن انتقاد میکنه، میگه به بیتفاوت ها میگه چرا جلوه نهی از منکر میگیرید؟ یه جوانی پاشد قد علم که امر معروف کرد، باقی اتوبوس، باقی قطار، باقی خیابونیا حمایت کنید. جوان کار خودتو بکن، چه کار داری بذار کار خودشو بکنه. قرآن از این آدمان که خودشون ساکتن و فریادگر را هم خاموش میکنن، به فریادگر انتقاد میکنن که تو ساکت باش، قرآن از اینا انتقاد میکنه. و البته اونها هم در کارشون میگن آقا میگیم یا اثر میکنن، الحمدلله رب العالمین. اگر هم اصلا که روز قیامت میگم خدای من گفتم، پلو وجدانم راحتم، شجاعت خودم روش دادم، این ممکنه امروز اثر نکنه، فردا سرش بزنی به خدا تحت تاثیر قرار بگیره. فضا رو از خفقان بیرون آوردم، فضا رو فضای ام معروفی کردم، این برکاتو داره. پس ام معروف رو نزدون کرد مفید است، گرچه امروز ایشون گوش ندهد. آیه تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.